بدون شک یکی از لذت بخش ترین کارها توی زندگی گوش کردن به موسیقی حداقل بر خود من و اینجا ما توی تب سوم میتونیم دسترسی پیدا کنیم به تنظیمات موسیقی آیفونمون البته موزیک آیفونمون بگم فکرم درست تر باشه نمیدونم بالاخره کدوم یکی رو باید گفت ولی به هر حال میگیم همون میوزیک که این نوشته بالا باشه اینجا یه سری تنظیمات شما دارید که اولیش سینک میوزیک هست به این معنا که موسیقی من رو سینک کن این سینک کردن موسیقی حالا یه سری جزئیات داره که با هم توی این درس میبینیم و اگر شما این رو آف بکنید حتما باید خودتون آهنگاتون رو دونه دونه و دستی اضافه بکنید به آیفون کاری که من انجام میدم و برام خیلی لذت بخشه و برام خیلی راحته اینی که من یه پلیلیست اینجا درست کردم به اسم الیست تو گو که هم توی آیپد هم هم توی آیفون هم هم توی آیپادم اینو زدم که سینک بشه به صورت اتوماتیک و هر وقت موسیقی گوش میکنم توی خود لایبرری آیتی م که احساس میکنم دوست دارم بیشتر بشنومش درگش میکنم توی این لیست تو گو و خودش دیگه مطمئنم که از بعد اتوماتیک میاد و اضافه میشه به گوشیم اما این تنظیماتی که اینجا داریم چیه entire موزیک library همه موسیقی های شما رو سعی میکنه بریزه توی گوشیتون که طبیعتا یه خورده مخصوصا برای کسایی که حجم موسیقی زیاد دارن انتخاب مناسبی نیست بهتره که این رو انتخاب بکنید که همون سلکتد پلیلیست لیست آرتست آلبوم و الی آخر هست وقتی شما این رو انتخاب میکنید میتونید بیاین اینجا بگین مثلا فقط پلیلیست ایلیست بیلیس تو من رو سینک کن یا مثلا در کنار اون فانینگ نیمو رو هم سینک کن یا توی خواننده ها مثلا کیو بگیم خدایا فرض کنین ام، ایمی مکدونالد هم سینک کن یا اینجا توی آلبوم حالا هر کدوم از این آلبوم ها رو که میخوای سینک کن یا توی این ژانر های موسیقی حالا این ها رو سینک کن یا یه عنوانی هم این آخر شما دارید که خیلی جالبه میگه حالا درسته که من یه سری سینک و اینا انجام دادم ولی یه آهنگم از که خود دستی اضافه کردی یا اگر شما بیاین اینجا توی موسیقی و بزنید مثلا هانز زیمر و حالا من فرض کنیم که این آهنگ فیلم آرتور رو اینجوری درگ بکنم روی گوشیم توی این فضای آیفونم بلا فاصله به گوشی اضافه میشه و حالا من اگه بیام اینجا توی گوشی توی میوزیک این پایین پایین شما میبینید که دقیقا اینجا اضافه شد ولی میگه manually added در واقع این آهنگ توی هیچ پلیلیست خاصی نخواهد بود و شما با یه شاید سختی بیشتری نیاز هست که بهش دسترسی پیدا کنید توی آیفونتون ولی به هر حال این امکان هم هست اگر دوست داشتید آخرین این سه تا که اینجا داریم میخواستم بگم آخری فکرم این دوتا رو توضیح دادم با که توضیح ندادم اینکلود میوزیک ویدیو اگر شما توی این پلیلیست هاتون یه میوزیک ویدیو حالا یا یه, یه پلیلیستی هم تیک بزنید که توش میوزیک ویدیو باشه اونها رو هم کپی میکنه و اینکلود وایس مموز اون چیزای در واقع یادداشتای صوتی که داشتید رو هم سینک میکنه این عنوان آخر که من میخواستم از اول توضیح بدم automatically fill free space with songs اگر شما جای خالی داشته باشید توی گوشیتون یا توی آیپادتون یا هر چیز دیگه ای مثلا فرض کنید اینجا الان من ده گیگ جای خالی دارم خودش میاد به ازای دفعاتی که گوش کردید و به ازای ریتینگی که اون آهنگ داره ستاره هایی که براش زدید اون موسیقی ها رو اضافه میکنه خودش به گوشیتون و خب یه کاری میکنه که شما دیگه تا جایی که ممکنه موزیک اضافه داشته باشین و بتونین حسابی گوش بکنین ولی همونطور که اول درسمون گفتم روشی که خود من به شخص زیاد ازش استفاده میکنم و احساس میکنم برای من راحت ترینه اینه که من یه پلیلیست اینجا داشته باشم هر آهنگی رو, رو که دوست دارم احساس میکنم برام جذابه اون تو اضافه بکنم و بعدنم هر وقت گوشیمو زدم سینک رو زدم میدونم که همه اونها اضافه میشه و میدونم که دیگه هیچ مشکلی ندارم و نه جای خیلی زیادی تو گوشی میگیره نه مشکل دیگه ایجاد میکنه و خیلی راحت هم میتونم هر وقت خواستم اگه چیزی رو اینجا پاک کردم توی خود الیستو گو میدونم که اونورم پاک میشه و یه چیز دو طرفه خیلی راحتیه